آره. نه 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 باید تمرین کنم. آه با 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 ر ر بلا لیوات لوات یار. خوبی؟ داره تو شما برای خودتون کافی هستید. بفرمایید. وایسا وایسا. سیلام بچا این سری طبق قولی که بهتون داده بودم. نمی‌ترسی بچا وحشت کنم؟ چرا؟ یا کوچولو هم که مگه اینجا بالا رو نمیگیری؟ به خاطر سایزت نمیگم، به خاطر قیافت این شکلیه میگم. قیافمو که یه ذره سوختم دیگه، چیزی نشدم که. بچه این سری طبق قولی که داده بودم قرار بود که یه بخش شاهنامه خوانی باشه. که آمد بر تو سرایت زمان. یه بخشی آشپزی با دکتر سگولی بک باشه. هلو سامر و سانکیس و آب تو پا و نه پا تو آب و اینا که سانفاد شدیم اومدیم. حالا ما میگم چرا اینجوری شدم. دو سه روز پیش دوستم زنگ زد و سلام غزل جون خوبی؟ عروسیمه، میخوام که ساقدوشم باشی. نه تو عروس شدی، من چرا باید بیام ساقدوش تو باشم؟ نه خیلی خوشحالم که حالا تو رو گرفتم، من نگرفتم، بیام ساقدوشم باشم. بعد همینطور که این داشت میگفت این فیلم آهسته هستم به مرگت پلی میشه، یهو تمام فامیلاش اومد تو ذهنم، یکی از یکی دافتر، یکی از یکی چوب شورتر. بعد یهو خودم رو دیدم. نه واقعا جور در نمی آمد، نمیشد من ساقدوش باشم، نمیشه دیگه. هر کاری کردم بپیچونم دیدم نه نمیشه. آقا خلاصه ما شب رفتیم خونه، گفتم یه جلسه فرص خانوادگی، یه کارگروه تشکیل دادیم، گفتم بچه ها این مشکلیه که پیش اومده، دو سه هفته وقت داریم تا من یه ساقدوش کاملا درخور باشم. بابام که همون موقع گفت خیلی دوستت دارم ولی من هر آنچه که میتوانستم 29 سال پیش انجام دادم، خدا نگهدار. نایس. رفت. اون گفت ببخشید خداحافظ. موندیم من و مامانم و غزل. مامانم شروع کرد که باوراتو باور کن، بدنت را دوست داشته باش، با بدنت آشتی کن، وقتی آشتی کنی 4 سایز میاد پایین. گفتم مامان چرت و پرت تحویل من نده، بلند شو برو ببین چه کاری از دستت برمیاد. مامانم هم گفت اوکی من یه لباس براتون میدوزم. ببین یعنی همین الان که من دارم با تو حرف میزنم مامانم به اتفاق 3 نفر دیگه دارن رو لباسم کار میکنن، از اینا که گن از این بر زره پوش جک داره کار در میاد. یعنی شما اینو نبین، سایز 32 مامانم تحویلت میده. گفتم خب این قسمتش که خوبه بد نیست. بعد میگید چرا با غزل بدی؟ دختره قول پیکر به من گفت حالا که این داره این کار میکنه تو هم یه آفتابی بگیر بهت میاد. من گفتم باشه دیگه. آقا بلند شدیم رفتیم آفتاب بگیریم که مثلا دافشیم هم لول بقیه ساقدوشا بشیم که این ظاهریه که میبینی، دماغ قرمز شبیه یه سری اندام میمونهای سرخ شده و سایزم هم که هیچی دیگه، کاری از دستم بر نمیاد. آقا میخواید یکی رو ساقدوش کنید، اول ببینید اون شرایطش رو داره، اصلا فلسفه ساقدوشی چیه که اون خوشحاله که تو عروس شدی میخواد بیاد. نه تو رو گرفتم، من نگرفتم، من چرا باید خوشحال باشم عروسی تو؟ خلاصه که من نمیرم، فهمیدم که نباید برم با این وضعیتی هم که پیش اومد. کنسله. قربان شما، خداحافظ. هنگ دقیقه میخواد بیاد جوری دوربین چهر بگه عزیزم، نزنی حرفو نزنی حرفو. خب
یک روز و نیم همه رو علاف میکنه. منو امروز مرخصی بودم، کشونده دفتر میگه تو کارگردان کار منی. عزیزم کار فاخره، نیاز به کارگردانی داره. کات سم بفهم. و همه رو از اتاق بیرون که از سری پیش که فیلمبردارم از محمد علی هم از اتاق انداخته بود بیرون، میگه من استرس میگم. میگه چی بگی؟ الان کمک نگم به جامعه که چجوری ساقدوش خود رو انتخاب کنی، سایز، اخلاق و سایره. از عروس خوشگلتر.